به نام خدا، با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستداران ورزش. با اینکه دیگر از برنامه‌های ورزشی سوت از ایران فردا در خدمت شما بزرگواران هستیم، امیدواریم که این برنامه هم بتونه مثمر ثمر واقع بشه. برنامه هست از تلویزیون جدید و تأسیس ایران فردا، میان به خونه های شما. امروز هم با حضور کارشناسان و مهمان عزیز در برنامه، همه و همه امیدواریم که دست به دست هم بره تا این برنامه هم بتونه مورد پسند شما واقع بشه. میریم و به سرعت برمیگردیم. در اولین بخش از برنامه این هفته سود به آلمان میریم. کوروش بازیار که قطعا مورد نظر شما هست و حتما شما با ایشون هم آشنا هستید. آقای بازیار مربی و کارشناس فوتبال از آلمان، کارشناس فوتبال برنامه سود هستن و هر هفته وقت میذارن و لطف میکنن و همراه ما و شما هستن و این هفته هم بسیار خوشحال هستیم در خدمت آقای بازیار. آقای بازیار، من قبل از هر چیز خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که در این برنامه بتونیم بحث های مختلف و متنوعی با شما داشته باشیم. سلام خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و همه همیهنانمون در سراسر دنیا. آقای بازیار، قبل از اینکه من بخوام وارد بحث فوتبال این هفته بشم، این هفته حالا قبل از هر چیزی ما باید بحث بکنیم که اصلا روابط انسانی قبل از اینکه ورزش شروع کنیم به چه ترتیب هست، خصوصا مسائل نجات پرستی و از این دست که در همه دنیا باش مقابله میشه. در کشور ما هم ایران قطعا به همین ترتیب تمدن بسیار کهن ایرانی ها دارن و مطمئنا زندگی مسالمت آمیز با تمامی اقوام و جوامع جهانی سالیان سال و قرن ها هست که با هم دارن به صورت دوستانه و محترمانه و مسالمت آمیز با هم زندگی میکنن و با هم دارن به نوعی کار میکنن یا روابط کاری و دوستی دارن. این هفته یه اتفاق تلخ و به زعم من زشت در ورزش ایران افتاد، اون حرکتی که آقای فیروز کریمی مربی کهنه‌کاری که در تیم‌های مختلف هم خوب کار کرده، در مسائل فنی هم بسیار چیره دست هست، در بازی پیکان و فجر سپاسی یه کار بسیار زشت و اصلا دیگه نمیدونم اسمش چی بشه خواهد بذاریم انجام داد در مقابل بازیکن هلندی تیم بیتو، بازیکن هلندی تیم فجر سپاسی که موقعی که پخش شد از برنامه 90 و سایر برنامه ها واقعا هیچ چیزی نمیشه گفت. قبل از اینکه من با شما صحبت بکنم، بریم گوشه های از این صحنه رو ببینیم و برگردیم بعد صحبت های شما رو میشنویم. بی غیرت ها، بیا برو بیرون ببینم این چی چیه. بیا برو بیرون، نمیخوام شروع کنم. بیا برو بیرون، هیچ چی شروع نکنی. بیا بیرون، نمیخوام. بیا برو بیرون بابا، تیم ندارم من. نه آقا، اصلا ما رو مخواب شهید بود که این دادم این چیزی میکنم، میخواب بیارم بیرون بابا. نگه چیه میزنه او شد خبای بازه. با هم دیدیم این صحنه رو، به عنوان مربی و کارشناس فوتبال اصلا نه، به عنوان کسی که سالیان سال در اروپا زندگی کرده و با اقوام و حالا جوامع مختلف هم سر کار داری، اسم این کاری که آقای فیروز کریمی کرد رو چی میگذارید؟ من متاسفم. شما آقای اخگر از همکاران عزیزتون اونجا هستن و سالها آلمان زندگی کردن، میتونه از ایشون هم بپرسید. بعد از سالها زندگی کردن در آلمان تا به امروز هیچ کسی از من نپرسیده که ملیتم از کدوم کشوره. من به عنوان یک معلم فوتبال در مدارس مختلفی کار کردم و
هیچ پدر مادری به خودش اجازه نداده تا به امروز از من نژاد و ملیتم را بپرسه. من این تصاویر رو که دیدم با خودم مقایسه کردم. اگر چنین برخوردی در یکی از کشورهای اروپایی با من میشد یا در آینده بشه، من چه عکس العملی دارم؟ من خودم رو جای اون بازیکن گذاشتم و باش همزاد پنداری کردم. متاسفم. و وقتی که تمام مسائل چند سال اخیر رو کنار هم میذارم، برخورد سردار جعفری مدیر عامل فجر سپاسی شیراز با خداداد عزیزی رو یادم میارم که گفت خداداد باید از صحنه فوتبال محو شود. خب درست. این آقایون الان کجان؟ روی آرم دو باشگاه قید شده باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی و فرهنگی ورزشی پیکان. ای کاش کسی بود و میرفت روی اون فرهنگی این دو باشگاه، نه بلکه روی فرهنگی تمام باشگاه ما خط سیاه میکشید. من هیچ حرفی برای گفتن ندارم و تصاویر کاملا گویای اون روز سیاه فوتبال ایران. آقای بازر، خب به واقع شما کامل کردید صحبتاتون رو، و اگر یه همچون اتفاقی در خود انگلستان، آلمان و هر کشور دموکرات آزادی بیفته، مطمئنا اصلا اون فرد اگه فوتبالیست ورزشکار هم نباشه، به طور قطع و یقین به شدت با این امر برخورد خواهد شد. ما امیدواریم که فدراسیون فوتبال هم بیاد برخورد بکنه و یه جا جلوی این حرکت‌های زشت رو بگه. فیروز کریمی خودش هم مربی فوتبال هم معلمه. من تعجب میکنم واقعا یه معلم یه مربی دیگه با این کاری که انجام میده دیگه اصلا اسمی برای یه شأنی برای این شغل بسیار ارزشمند میگذاره یا نه. به صحبت خوبی اشاره کرد کوروش بازار درباره سردار جعفری و خداداد عزیزی. منم میخوام بگم که فیروز کریمی سالیان سالی که با سردار کریم ملاحی روابط بسیار دوستانه دارن و از راندهای مختلفی که دارن استفاده میکنن و خیلی های دیگه. همین آقای کفاشیانی که رئیس فدراسیون فوتبال چندی قبل خیلی راحت علنی میگفت که آقای فیروز کریمی مشاورشه. خود فیروز کریمی چندین بار در فدراسیون گفتن که چیکار اینجا میکنی، گفتش که من اومدم به مشاوره میدم. آقای بازار، خیلی کوتاه در یه جمله، مشاوره گرفتن از یه همچین افرادی ثمرش چه خواهد بود؟ تباهی فوتبال ایران دیگه. حرف جامعه کامل آقای بازیار که خودش هم بازی کرده هم مربی فوتبال بوده و کاملا با این رشته آشنا هست و زدن، و من دیگه حرفی نمیزنم و قضاوت رو به عهده شما دوستان بیننده میگذارم. آقای بازیار، این بحث رو ببندیم بریم به ناکام بزرگ این فصل. واقعا پرسپولیس یا سرخپوشان پایتخت این فصل با اون خرج‌های میلیاردی، با اون بازیکنایی که هر کدومشون کهکشانی میگفتن و از تیم‌های مختلفی که اومدن وزنه بر اون تیم بودن، امسال همه بلا استثنا میگفتن پرسپولیس قهرمانه و جام‌ها رو درو خواهد. اما این فصل به واقع نه جامی درو کرد، بسیار فصل کابوسواری داشت. مانوئل جوزه بزرگ و معروف آورد که با اون جریان رفت. یحیی گل محمدی اومد که آخر فصل هم همه چیز زیر سوال بود، نه جام گرفت، آخرش هم گفتش که من پرسپولیس بدی رو تحویل گرفتم و حتی اعلام کرد که سبای قم تیم من بوده و تیم بسیار خوبی هم بوده، موقعیت خوبی داشته. کاملا تناقض داره حرفاش با اون زمانی گفتش که من به خاطر مسائل قلبی و بیماری از سبا اومدم بیرون. آیا یحیی گل محمدی در اندازه‌های سرمربی پرسپولیس بود و چرا پرسپولیسی که این همه خرج کرد، این همه هزینه رو دست بیت المال گذاشت، آخر فصل هیچی به هوادارانش تحویل نداد؟ در تیم‌های مختلف لیگ‌های دنیا که ما می‌بینیم، وقتی که سرمربی به هر دلیلی کنار گذاشته میشه، نزدیک‌ترین گزینه کمک اون شخص هست که در جو تیم قرار گرفته و با شرایط تیم آشنایی داره و معمولاً این کارو می‌کنن. اینکه گل محمدی باید می بود یا نمی بایستی می بود، من از نظر فوتبالی با شما صحبت می کنم. اگر نمودار پرسپولیس رو ما نگاه کنیم، می بینیم که از نظر فوتبالی از روزی که گل محمدی تیم رو تحویل گرفت تا به امروز سیر صعودی داشته. بنابراین من به عنوان کسی که بیننده این نمودار هستم، می بینم که پرسپولیس بازیش و جریان کارش رو به رشد بوده. اما اینکه تیم رو بد تحویل گرفته و
الان صحبت های دیگری رو ما از یحیی گلمهدی میشنویم طبیعی است آقای خسروجردی. منی که وقتی که تیم رو تحویل میگیرم میام و میگم من این تیم رو درست میکنم، چون اگر من بگم که نه نمیتونم درست کنم تیمی به من نمیدن. و یک صحبت هم آخر فصل، یه صحبت کلیشه‌ای است که همه این دست مربیان دارن حاضری که بگن تیم رو من نبسته بودم. بنابراین وقتی که این صحبت‌ها رو کنار هم میذاریم، با توجه به سیر صعودی پرسپولیس از روزی که یحیی گل محمدی اومد این تیم رو در دست گرفت، میبینیم که یحیی گل محمدی دارای اون شخصیت مربیگری در تیم بزرگی مثل پرسپولیس نیست. دلیلم هم خیلی کامل و روشن عرض میکنم. در شکست پرسپولیس مقابل سپاهان، وقتی که شما برنامه ریزی کردی برای خداحافظی مهدی معدوی‌کیا و به این بازیکن گفتی 5 دقیقه بازی میکنی و دقیقا رأس 5 دقیقه آخر اون بازیکن رو وارد زمین کنی، شما بایستی اگر 99% به پیروزی و جشن خداحافظی معدوی‌کیا فکر کردی، 1% هم به عدم موفقیت و شکست در مقابل سپاهان فکر میکردی و یک مربی بزرگ که دارای تجربه بین المللی باشه در اون لحظه، حتی اگر روز آخر فوتبالش هم باشه، اونجور روی صندلی و روی نیمکت پرسپولیس یخ نمیزد، بلند میشد کنار بازیکنش، نه کنار برادرش به گفته خودش که بارها این رو تکرار کرده، میومد و حداقل باهاش روبوسی میکرد. بنابراین تیم‌های بزرگ شرایط خاص خودشون رو دارن. اگر در ادامه فرصت شد، من فکر می‌کنم در مورد مدیر عامل این تیم بیشتر بتونیم صحبت کنیم. آقای بازیار، اونورم سپاهان بود با کرانشار موفق شد و واقعاً تعویضای من فکر کنم طلایی کرد و بازی رو برگردون برای زردپوشان سپاهان. سپاهان رو در اون بازی چطور دیدین؟ این تیم در موفق شد در تهران هم استقلال رو ببره هم پرسپولیس رو برد و هیچ حرف و حدیث رو هم باقی نگذاشت. خب تفاوت مربیان بزرگ آقای خسروجردی همینه. من چند لحظه قبل عرض کردم که مربی در لحظات سخت نباید یخ بزنه. کرانچار یخ نزد، اومد و تعویض کرد، تعویضاش هم به موقع بود. هیچ کسی انتظار نداشت محرم نویدکیا بیاد بیرون، محرم نویدکیا اومد بیرون، اما جهان آلیان و امید ابراهیمی دقیقا همون کارهای محرم رو کردن و تیم رو رو به جلو هدایت کردن. تعویضا مسمر ثمر بود و کرانچار دقیقا میدونست چی میخواد و مربی بزرگی مثل کرانچار در فوتبال ایران یک نعمتی است که ما میایم بزرگان رو مثل اولیویرا و کرانچار میاریم و متاسفانه خیلی زود از دست میدیم. در مورد بازی پرسپولیس و سپاهان، یک نکته فنی من به نظرم رسید در مورد گل دوم پرسپولیس نشون بدیم به بینندگان عزیز. در صحنه گل دوم، توپ از سمت راست توسط بازیکن پرسپولیس سانتر میشه برای غلامرضا رضایی، بله، و ایشون با اون جسه کوتاش ضربه سر میکاره برای نوری از یه فاصله 10-15 متری خودش رو اضافه میکنه و وارد 18 میشه، گل میزنه. آیه خسروجردی، من بازیای نوری رو از زمانی که سپاهان و سبای قم بود دنبال میکنم و این کار رو شگرد داره و این یک گل تمرین شده بود و خیلی در فوتبال ما این دست گل ها رو کم میبینیم. گل اول پرسپولیس هم اشتباه سوشاک دفاع سپاهان بود که خوب جایگیری نکرد به هوای آفساید و مثلا دو گل سپاهان هم که از زاویه بسته زدن توسط اون بازیکن کرواتشون و غلامی که بازی 2-2 شد و بعد که به پنالتی رفتم و پرسپولیس هست. متاسفم برای مهدی معدوی‌کیا که تلخ ترین روز زندگیش رو تجربه کرد. آقای بازار، میخوام بحث پرسپولیس جمع جورش کنه. واقعا یه برخورد بسیار بدی با معدوی‌کیا شد، کسی که یکی از اسطوره های به یاد ماندنی فوتبال ما هست. خود آلمان بازیکن قرن هامبورگ، طرفداران هامبورگ اصلا ایشونو فریاد میزنن و همین الانم هم خودش میگه میره از نوجوانان هامبورگ میخواد شروع بکنه. اونجا این همه توجه، این همه رسیدگی و نشون میدن که به بزرگان توجه میکنن. اینجا معدوی‌کیا دور خداحافظیش به تنهایی زد. سردار رویانیان روزهای قبل اعلام میکرد که برنامه‌ریزی بسیار خوبی شده، خیلی هم دفاع میکرد. در زمانی که با آقای فردوسی پور صحبت کرد علنا گفت ما اشتباه کردیم. واقعا چه کسانی مشاوره به همچین مدیرانی میدن؟ و برخورد معدوی‌کیا واقعا در شأن باشگاه پرسپولیس مثلا معدوی‌کیا بود؟
نه اصلا واقعا شرم‌آور بود اون لحظه ها. این رو من خیلی صادقانه عرض میکنم. در آلمان همه چیز برنامه ریزی شده است و شما وقتی که وارد زمین میشی معمولا دو دست مربیان با خودشون لباس میارن که اگر بارون بود خیس شدن در مصاحبهشون لباس دیگری رو برتن بکنن و این نشون از برنامه ریزی و آینده نگری داره. من قبلا هم عرض کردم چند لحظه پیش، چطور شما میتونید برای خداحافظی یک بازیکن بزرگی مثل معدوی که بیه زمان در نظر بگیری در مقابل سپاهان در فینال جام حذفی ولی به شکست فکر نکنی؟ اصلا این تیم آیا اومدن یه تیشرتی برای خداحافظی معدوی که طراحی کنن تو ساکشون نگه دارن که در صورت پیروزی تنشون کنن؟ ما در بازی خداحافظی معدوی که در هامبورگ دیدیم، بله، تنشون کردن و روش نوشتن دانک، متشکریم مهدی برای این همه مدتی که برای ما جون کندی و زحمت کشیدی. روزی که آینتراخت فرانکفورت با مهدی معدوی که در هامبورگ بازی کرد، من گریه کردم، اشک شوق ریختم از اینکه تمام استادیوم به احترام مهدی معدوی که برخاست و ما متاسفانه خودمون مانع پیشرفت خودمون هستیم. آقای خسروجلدی، اگر مهدی معدوی که میگه من میرم از نوجوانان هامبورگ شروع میکنم، این کار در آلمان یک قانون نانوشته است. شما وقتی که میخوای مربیگری رو حرفه‌ای شروع کنی و مدرک رو بگیری، ابتدا از شما رزومه کاری میخوان تا به شما اجازه ثبت نام بدن. درست. کاری که وحید هاشمیان داره انجام میده. اگر وحید هاشمیان یک سال سابقه سرمربیگری در فوتبال نوجوانان و جوانان در بوندسلیگای یک و دو یا بزرگسالان در رده‌های لیگای دست پنجم ششم نداشته باشه، اصلا اجازه ثبت نام در فوتبال لیگ کورس یا همون دوره‌ای که میتونن روی نیمکت بوندسلیگا بشینن اصلا اجازه بهش نمیدن. بنابراین همه چیز برنامه ریزی. ما متاسفانه میایم دینامیت میذاریم روی زیر ساختمان مدیریت و برنامه ریزی و میگیم قبیله یعنی یک نفر، همفکری، برنامه ریزی هیچ معنایی ندارد. مرسی آقای بازیار. و داریم یواش یواش میرسیم به زمانهای پایانی، اما دوست دو بحث رو میخوام مطرح کنم. آقای بازیار، استقلال موفق شد در آخر قهرمان بشه و خوبم قهرمان شد، یه هفته که هفته مانده به پایان بازی ها، این تیمو چطور دیدید؟ تبریک به همه هواداران پرشور استقلال و بازیکنان این تیم، زحمت کشیدن یک فصل رو. ما در برنامه‌های قبلم شما از من پرسیدید که این تیم قهرمان میشه و آیا به دور بعد جام باشگاه آسیا صعود میکنه. من تنها مانع این کار رو مشکلات مالی این بازیکنان به شما عرض کردم و در مصاحبه مهدی رحمتی چند شب پیشم خیلی صادقانه اومد گفت و یکی از اسپانسرها اومده و این مشکل رو حل کرده. بنابراین از نظر فنی تیم استقلال، امیر قلعه‌نویی، مجید صالح و دیگر همکارانشون در کنار بازیکنان شماره یک ایران، ما هیچ تعارفی که با خودمون نداریم، امیر قلعه‌نویی بهترین ها رو انتخاب کرد، در نیم فصل اومد معایبش رو برطرف کرد و بازیکنان جدید رو به کمک گرفت. حالا آقای فرکی گفتن که بد بازی کردن یا اینکه فوتبال کثیفی رو نشون دادن. آقای خسروجلدی، منم اگر مربی باشم بدونم برنده میشم، قهرمان میشم، دیگه به فوتبال زیبا توجهی نمی کنم. با احترام به حسین فرکی و تیمش که در مقابل استقلال بسیار زیبا بازی کردن، پنالتی از دست دادن و به تیر دروازه زدن و تمام حاکم میدان بودن، ولی خب کاریش نمیشه کرد و تیم مقابل سه امتیاز میخواد و قهرمانی و امیدواریم که حسین فرکی و جوانان جویای نامش در آینده بتونن به حقشون برسن. مرسی آقای بازیار. آقای بازیار، یه تیکه کوتاه از گفتگوی رحمتی با عادل فردوسی پور رو می‌بینیم، برمیگردیم و می‌خواستم از شما خواهش بکنم که خیلی کوتاه درباره صحبت‌های رحمتی اظهار نظر بفرمایید. میریم و برمیگردیم. می‌گه بعضی وقت عصبانی میشه، مثلا حرفات مثلا اون مسابقه علی کیروش که گفت آبی دستیار مربی ایرانی بشه، بعدا میگه نه ایشون خیلی عالی بوده فلان بوده. این نگفتم، من گفتم حرفو زدم، وقتی حرفو زدم میگم زدم. آره، عصبانی بودم. خیلی صدای شد. تناقض نیست آقای فردوسی، شما عصبانی بشه تو دعوا که من مثلا عصبانی میگم، نمیگم مهدی رحمتی بدترین دروازه‌بان. آقای کیروش هم من از این مطلقه بی بهره نذاشته بود تو اون مدتی که به اصطلاح من از تیم ملی رفته بودم، خیلی مصاحبه‌ها کرده بود.
شد میگم، ولی تو عصبانیت هم اون حرف رو زدم، نمیگم نزدم. آره تو عصبانیت شما مثلا چم من نمیام بگم مهدی رحمتی مثلا دروازه خیلی بدی ضعیف نه دروازه ایرانی خب که بعد بیاد بشه نه ذخیره. وقتی که من گفتم به شما وقتی کسی که مربی رئال مادرید بود و منچستر سال 1000 هم مهدی رحمتی بگه بعد همون موقع بعد میشه نه اما خب همون گفته که این همه جو بوده ناکام بود نفر میگم تیم ملی نه مال منه، نه متعلق به آقای کیروش هستش، تیم ملی مال مردم ایرانه. هر موقع هم که نیاز باشه با جون و دلم واسه تیم ملی بازی میکنم. لا حاضر واسه این قضیه معذرت خواهی کنی از کارلوس کیروش؟ از کی؟ از سرمربی تیم ملی؟ کاری نکردم که معذرت خواهی بکنم. مصاحبه که کردی و تیم ملی اجازه نگرفتی و خداحافظی؟ نه خداحافظی که نکردم. بعد این تیم ملی میگه اینقدر ارزش داره و همه میدونن چه خوبه. من از مردم معذرت خواهی میکنم. بابت؟ بابت اینکه از تیم ملی خداحافظی کردم. خب متولی تیم ملی سرمربی شد دیگه. من چیزی نگفتم به خود سرمربی تیم ملی که بخوام ازش معذرت خواهی بکنم. بابا خودت الان میگه من عصبانی بودم. خودت خب گفتم عصبانی بودم، تو عصبانیت این حرفو رو زدم. مثلا من حرف بد بودم، میگم آقا معذرت میخوام شما هم حرفی زدم. شما مثلا گفتم بهترین گلر تیم ملی نیستی، من گفتم شما گفتم بدترین هستی، شما باید ذخیره تیم دست سومی بشی. من عذرخواهی میکنم از شما. خب منم گفتم، منم گفتم تو عصبانیت گفتم ایشون بهترین مربی بوده که تا حالا اومده تو ایران و تو این دو سالی هم که من باهاش کار کردم خیلی استفاده یاد گرفتم. خب آقای بازار مشاهده فهمودید این صحبت ها رو زد و نقیز بود. قبل از پایان سال 92 آقای رحمتی یه مصاحبه بسیار تند و تیز و آتشی بر علیه کارلوس کیروش کرد و ایشون اصلا زیر سوال برد. بعدش هم اونجا گفته که من میام مصاحبه میکنم و خیلی مسائل رو میکنم، اما در مقابل عادل فردوسپور اصلا زمین تا آسمون همه چی فرق کرد و اصلا ایشون برگشت. اما یه نکته آخرم عذرخواهی از کیروش نکرد. خیلی کوتاه این رحمتی که الان دیدیم اون رحمتی سه ماه قبل چرا اینقدر حرفاشون عوض شد؟ از نظر فنی ابتدا بزنیم ما یه مقایسه بکنیم. روزی که رحمتی اومد و استعفا داد، من از طرف رادیو فردا با من تماس گرفتم و نظرم رو در مورد مهدی رحمتی خواستم. من گفتم از نظر فنی بهترین ایرانه و رو دستش نیست و مشکل مهدی رحمتی عدم شرکت در رقابته. از روزی که اسم دانیل داوری اومد، مهدی رحمتی شما اگر به بازیاش نگاه کنید، از بازی مقابل تراکتور در تهران و الهلال در ریاض، العین در امارات، یک چهارم بعد نیمه نهایی جام حذفی در تهران مقابل اصفهان، اینا رو شما وقتی میای واکنشا رو نشون میدی، میبینی که سایه رقیب باعث کار بیشتر رحمتی شده. اما یک نکته هم در مورد صحبتاش بود. من قبلا هم عرض کردم خدمت شما و همیهنان عزیزمون، ما بازیکنانمون متاسفانه پول حرفه‌ای میگیرن، ادعای ترانسفر شدن به لیگ‌های معتبر اروپایی رو دارن، اما رفتارشون کاملا آماتوره. من به شما هم عرض کردم، یکی از دوستان ایرانی من که در یکی از رادیوها و وبسایت‌های معتبر آلمان کار میکنه با مسعود اوزیل یک مصاحبه داشت. مدیر برنامه‌ی مسعود اوزیل سوال این دوست من رو خواسته بود، چند روز بعد میگه میای و همین سوال رو از مسعود اوزیل میپرسی که داره میره رئال مادرید. 20 ثانیه اون مصاحبه طول کشید. ولی متاسفانه مشاوران و دلسوزانی در کنار مهدی رحمتی و مهدی رحمتی ها نیستن که به اونا بگن اگر میخوایی صحبتی کنی طوری صحبت کن که به آینده فوتبالی بر نخوره، به شخصیت کسی توهین نشه. در این مصاحبه آخرم با عادل فردوسی پور در 90، مهدی رحمتی خیلی میتونست دیپلماتیک جواب بده، میتونست بگه که نه تنها از کارلوس کیروش، من از ملت ایران هم معذرت میخوام. بشین به فرما به تمر یک معنی میده، اما متاسفانه ما میایم بدترین کلمه رو انتخاب میکنیم که هم دودش به چشم بازیکنانمون میره هم و آینده تیم ملیمون. اگر بازیکنانمون به مشاورانشون و مشاوران دلسوزشون بیشتر مراجعه کنن فکر کنم بهتر میمون. مرسی آقای بازه. آقای بازه کوتاه، چرا تونی اولیویرا رفت از تراکتور؟ این سوال بزرگیست. وقتی که یکی از تلویزیونای پرتغال اومد و یک فیلم 40 دقیقه‌ای از زندگی اولیویرا در تبریز نشون داد، پشتبند اون اخراج شد. و من مدافع تئوری توطئه نیستم، اما بعضی رفتارها میبینم که نشون میده و برداشت من شخصا اینه که توی فوتبال ما با محبوبیت مخالفن. محبوبیت مهدوی کیا رو دیدیم که آقایون رسما اومدن گفتن که ما ابتدای بازی نفرستادیم،
توی زمین مقابل سپاهان اگر مهدی رو میفرستادیم سکو و گور میگرفتن و ممکن بود که خلاف بازی نشون داده بشه. در بازی تراکتور سازی 17 برد 11 مساوی 5 باخت 52 گل زده و 31 گل خورده 52 گل زده. بعد از سپاهان بهترین خط حمله رو داشته و اگر شما نمودار رو نشون بدید میبینید که نمودار این فصل تونی اولیویرا یک ثباتی داشته، رو به صعود بوده و ثبات تیمی داشتن این تیم و متاسفانه یک کسی مثل سردار جعفری اونجاست که اگر همین نمودار رو که بچه های نونهالانمون هم میتونن اون رو برای شما تحلیل کنن بهش نشون بدید، با احترام به آقای سردار جعفری مطمئن باشید ازش سردر نمیاره و با این اخراجش این صحبت من رو شما تایید خواهید. مرسی آقای بازدار. آقای بازدار، من بحث تیم ملی و یه سری بحثایی که خیلی داغ‌تر هفته آینده پیگیری میشه من موکول میکنم به هفته آینده که اونجا میرسیم یواشهاش به تیم ملی که قطعا اون لیست آقای کیروش در میاد میشه میتونیم بهتر روش بحث بکنیم و اوضاع احوال تیم ملی اونو موکول میکنیم به هفته آینده و انشالله در اون برنامه بیشتر از حضور شما استفاده خواهیم کرد. ما برنامه با آقای بازدار پایان رسیده، اگر شما صحبت خاصی ندارید من با شما خداحافظی میکنم. بعد آرزوی موفقیت دارم برای فوتبال ایران. مرسی آقای بازدار، همچنان هفته های گذشته هم این هفته خیلی انرژیک و بسیار آماده و سرحال و جواب های داغ. من واقعا تشکر میکنم از طریق خودم و همکارانم و امیدوارم که هفته آینده بتونیم در خدمت شما باشیم و بحث تیم ملی رو اونجا قشنگ بشکافیم. من با شما خداحافظی میکنم. خب تشکر میکنم آقای بازدار که لطف کردن و همراه ما بودن. میریم و برمیگردیم با مهمان عزیز در استودیو ایران فردا. لطفا ما را همراهی بفرمایید. با عرض سلام مجدد خدمت همه علاقمندان، دوستداران و مشتاقان ورزش، در این بخش از برنامه سود همچون هفته های قبل مهمان عزیزی داریم، آقای اخگر که مد نظر شما هستن و هر هفته میان در استودیوی سود زحمت میکشن و اطلاعات بسیار خوبی رو به ما و شما تقدیم میکنن. آقای اخگر، این هفته ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید تا من سوالا رو مطرح کنم. خواهش میکنم. من هم خدمت همه بینندگان و شما سلام عرض میکنم. آقای اخگر، خیلی سریع من میرم سراغ بحث. چه خبر؟ خبر که مهمترین خبر فکر میکنم داستان پیچیده کمیته ملی المپیک ایران باشه که آقای افشارزاده یک مصاحبه عجیبی رو در خبرگزاری ایسنا با خبرگزاری ایسنا انجام دادن. حرفای عجیبی زده شده. مصاحبه خیلی جالب میشه اگر علاقمندان برن این مصاحبه رو بخونن، رو سایت ایسنا هستش، در دسترس هستش. حرفای واقعا عجیبی زده در مورد نشست ها و اجلاسی که کمیته ملی المپیک داره و نامنگاری هایی که بین کمیته ملی المپیک ایران و IOC انجام شد. آقا اصلا اگه هر هفته ما در مورد مسئله عجیب صحبت نکنیم عجیبه داره؟ چرا انقدر عجیبه؟ حالا من آقای عباسی رو نگاه میکنم که تکلیفش معلوم هستن از کجا اومده و با چه وضعیتی. آقای علی آبادی رو نگاه میکنم که اونم یار غار آقای احمدی نژاد و میذاریم کنار آقای عباسی. این وسط آقای افشارزاده که دو دوره دبیر کل کمیته المپیک، 30 سال تو ورزش ایرانه، تمام ورزش آسیا خصوصا کمیته المپیک آسیایشون رو میشناسن، اصلا یه وزنه برای ورزش این مملکت. من مصاحبهش رو خوندم، کنفرانس خبری که داشت در کمیته المپیک و خبرنگارا همه بودن، گوش تا گوش نشسته بودن و ایستا خیلی قشنگ پیاده کرده بود. ایشون چرا همچین حرفی زده؟ ببینید دقیقاً همونطور که شما فرمودین، دو سه بار در همین مصاحبهشون میگن که با توجه به روابطی که من دارم و رایزنی‌هایی که میتونم با کمیته بین‌المللی المپیک انجام بدم، من مسئله و مشکلات کمیته ملی المپیک ایران رو مسالمت‌آمیز تموم می‌کنم. سوال اینجاست که آیا غیر مسالمت آمیز هم مگه میشه که مثلا میخوایم بریم چیکار کنیم اگر با نامنگاری و با نشست و اجلاس تموم نشه؟ یعنی غیر مسالمت، یعنی لشکرکشی میخوام بکنم؟ این یک بحث. بعد مؤکدن در مصاحبهشون گفتن که من کاردانی خوبی دارم در زمینه رایزنی و روابط خوبی دارم با IOC و حتما رفع اشکال میکنم. ببینید از سال 2009
بعد در همون مصاحبه از ایشون پرسیدن در سال 2009 که مسئله وضعیت اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران مسئله داغی هستش و داریم بهش بررسی میکنیم، کم و کاستی هایی داره، ایراد هایی داره، هیچ مشکلی حل نشده، چرا در 6 ماه اخیر این مسئله تا به این حد داغ شده و در تمام مطبوعات، در تمام سایت ها هی داره مصاحبه میشه، هی داره در موردش حرف زده میشه که نتیجه این کار چی میخواد بشه؟ سال 2009 بعد از گذشت 4 سال در کوپنهاگ نشستی بوده. بله. الان باز آقای افشارزاده میگه که 8 و 9 خرداد ماه آینده در سن پترزبورگ روسیه قراره که یک نشستی انجام بشه و اونجا تا حدودی بعد از گذشت 4 سال قراره که یک نتایجی نسبت به وضعیت اساسنامه ایران اعلام بشه. آقای اخیر تعارف که نداریم، آقای اوسی خیلی سفت و خیلی محکم وایستده میگه که بعد ورزش از سیاست جدا بشه، اون رؤسای فدراسیونی که برکنار شدن برگردن، اساسنامه رو شما طوری تنظیم بکنه که آقای عباسی هر کسی که وزیر ورزش میشه نتونه اینا رو برکنار کنه، در مجمع برکنار بشن یا استعفا بدن. تای این داستان چطور میبینه؟ ببینید اصلا آقای اوسی دقیقاً و مؤکداً چندین بار گفته و در نامه‌هایی که به مقامات ایران فرستاده گفته که هیچ اسمی از نماینده برده نشه، یعنی نماینده مجلس یا یک کسی که در رأس کار سیاسی باشه در کشور ایران حق دخالت در مجمع کمیته ملی المپیک رو نداره. ولی جالبه ببخشید تو این 50 خورده نفر که عضو مجمع هستن فکر کنم بیش از نیمشون مال همین ارگانهای مختلفه. تازه آقای افشارزاده خواستار 63 نفر بوده که این مجمع به 63 نفر افزایش پیدا بکنه. بعد آقای افشارزاده خیلی جالب میگن که خود کمیته المپیک آسیا و آی او سی دقیقاً این جملهش رو دارن من خدمت شما عرض میکنم، کمیته المپیک آسیا و آی او سی اساسنامه مطلوبی ندارن. این حرف واقعا خنده داره، یعنی ایشون داره اون اساسنامه ایراد میگیره، یعنی اساسنامه المپیک جهانی رو داره ایراد میگیره، در صورتی که ما هنوز خودمون درگیر فدراسیون ها و ورزش های خودمون. خب موقعی که آقای اخیر عوض میخوام مقامات سیاسی و حالا بعضا بلندپایه ایران میرن و از سازمان ها میرن و خیلی ارگانه دیگه ایراد میگیرن و زیر سوال میبرن خیلی مسائلشون، خب آقای افشارزاده بعد همین حرفا رو اعلام بکنه. من واقعا تعجب میکنم از آقای افشارزاده و اینکه حالا تو ادامه داستان آقای عباسی و تیمش خیلی دوست داشتن که انتخابات کمیته المپیک قبل از انتخابات ریاست جمهوری تا نفر مورد نظر خودشون رو وارد چون اون قضیه بکنن رئیس کمیته المپیک، چون میدونید کمیته المپیک باید با دولت هماهنگ باشه تو ایران چون بودجه رو دارن از دولت میگیرن، ولی اما تیرشون به سنگ خود و انتخابات میره بعد از انتخابات ریاست جمهوری قطعا دولت. بعد تو 20 ثانیه این کلافه سردرگم کی باز میشه؟ حالا خودشون دقیقاً گفتن از تاریخ 15 خرداد الی 31 خرداد ما اساسنامه رو تحویل آی او سی، یعنی کلافه که 4 سال گره کوری بسته شده تو 15 روز باز میشه. بعد اگه آی او سی مثلا بفهمه که قطعا این مصاحبه رو ترجمه میکنن ایشون ایراد گرفته از اساسنامه اونا، مسلمه. خب چه اتفاقی افتاد؟ یه روز بچهای علی آبادی گفتش که فیفا اصلا کاری نیست ما رو بخواد تعلیق بکنه، فردا امروز ما رو تعلیق کردن. این اصلا یه اتهام میتونه باشه ایشون یعنی چه. بعد یه موضوعی که شما اشاره کردین در مورد بودجه من سریع بگم، پرسیده شده که بودجه چرا بودجه المپیک کمیته ملی المپیک ایران کاهش پیدا کرده، تقاضای 75 میلیارد تومان رو کردن ولی این با این رقم موافقت نشده. دلیلش این هستش، آقای افشارزاده میگه دلیلش این هستش، بازی های کشورهای اسلامی رو در پیش داریم، المپیک نوجوانان رو در پیش داریم و بازی های داخل سالن. آیا هنوز مقامات ورزشی ما نمیدونن اهمیت المپیک بیشتره یا اهمیت بازی های کشورهای اسلامی؟ دیگه احتمالاً چون اساس نماز مشکل داره اینجا یه داستانه نتیجهش چیزی نیست در یک کلمه مثل مظاهری و یا احسان حدادی که برجسته ترین ورزشکار ما هستش که یک همچین نتیجه غیر مطلوبی رو کمیته ملی المپیک سبب شد. خیلی کوتاه، قیصر فوتبال آلمان فرانس بکنبایر اومده وسط گفته که اصلا کشتی باید تو المپیک بمونه و هر کاری که قرار باشه من انجام بدم تا این اتفاق نیفته و کشتی خارج نشه من انجام میدم. به نظر من بسیار کار ارزشمند و از یه همچین شخصیتی غیر از این نمیشد انتظار داشت. من هم امیدوارم که این اتفاق نیفته و کشتی از المپیک حذف نشه. به غیر از ما کشورهای دیگه‌ای هم هستن که همتراز ما هستن و کشتی براشون خیلی مهم. و برای من هم خیلی جالب بود وقتی مصاحبه بکنبایر رو خوندم در تیتر روزنامه آلمانی که بکنبایر که
در سری در دنیای فوتبال داره، حالا صحبت از کشتی میکنه و میخواد کشتی هم از کشتی هم حمایت کنه. آقای اخگر، میخوایم بحث رو با شما جمع کنیم. خداحافظی سر الکس فرگوسن، مرد افسانه‌ای و اسطوره منچستر یونایتد که 27 سال سرمربی این تیم بود و خیلی جام آورد، 37-8 جام با این تیم آورده، تو جام‌های مختلف قهرمانی رو به یک بار اعلام بازنشستگی کرد و اصلا یه شوک بزرگی بود، خیلی اومدن اظهار نظر کردن. الان دیوید مویس سرمربی اورتون هم داره میره جاش قرار میگه، مربی بزرگی هم هست، خب هموطنش هم هست. واقعا یه اتفاق به نظر من گیج کننده افتاد و هیچ کس انتظار نداشت، چون خودش اعلام کرد واسه فصل دیگه میخواد یه تیم خیلی خوبی ببنده، اما یک بار خدافظی کرد. میدونم که یه هفته یه کارهایی کردی و داری یه پکیج خیلی خوب جمع میکنی، خواستم خیلی کوتاه صحبت بکنی تمام بینندگان عزیز از من و شما تو این بخش خدافظی بکنی، چون میدونم پکیج خیلی خوبی هم داری جمع میکنی. خواهش. من به دو تا مطلب اشاره میکنم در مورد آقای فرگوسن. یکی اینکه روزنامه آلمانی بیلد نوشت که دنیای فوتبال داره از فرگوسن خداحافظی میکنه، یعنی فرگوسن رو تعلق نداد به منچستر یونایتد و یا به شهر منچستر و یا حتی به کشور بریتانیا، یعنی واقعا دنیای فوتبال. الان خبرش حتی برای کسانی که علاقمند نیستن این خبر رو شنیدن، خوندن، دیدن. و مسئله مهم دیگه، وقتی امروز به استودیو می اومدم در مترو میدیدم که روزنامه‌های مختلفی که دست مردمه، روزنامه‌های حتی روزنامه‌های غیر ورزشی، تیتر اولشون، صفحه اولشون خداحافظی فرگوسن بوده که اشاره کردن مثل خداحافظی مهدوی کیا توی اون. امیدواریم که برای اصلا قیاس معلف فارغ دی. فقط یه نکته بگم، دیوید کامرون خیلی خوشحال بود در این حالی که ناراحت بود که ایشون داره خداحافظی میکنه. ایشون طرفدار تیم من یه نفس میکشه استون ویلا، ایشون طرفدار شاید بخرم دیده که الکس فرگوسن داره میره از منچستر، نخست وزیر بریتانیا گفت تیم من یه نفس میکشه، ایشون طرفدار پرپاقرس استون ویلا است. حالا باید ببینیم که دیوید کامرون حالا با رفتن اصل الکس فرگوسن تیمش میتونه اصلا رقیب منچستر باشه که قاعدتا نخواهد بود، چون دیوید مویس هم مربی خیلی بزرگیه. حالا بعد نشست بود چون خیلی چهره سپ بلاتر خیلی صحبت کرده بودن. لو ندیم، این بخش رو به پایان میرسونیم با پکیجی که شما زحمت کشید بستی و واقعا هر کاری که حالا ما و خیلی از شخصیت‌های بزرگ فوتبال دنیا و خیلی از شبکه‌ها بکنن نمیتونه ذره از زحمات و اون کارهای بزرگی که سر الکس فرگوسن در منچستر و در فوتبال دنیا کرد و یه بدعتی گذاشت رو بتونه پاسخ بده. این بخش رو به پایان میبریم، با آقای اخگر خداحافظی میکنیم با پکیجی که ایشون از سر الکس فرگوسن بسته. میریم و برمیگردیم در انتهای برنامه در خدمت آقای رجع ادیب‌زاده خواهیم بود. لطفاً با ما همراه باشید. سر الکس فرگوسن متولد 31 دسامبر 1941 در گلاسگو اسکاتلند، مردی که با حضور افسانه‌ایش در باشگاه منچستر یونایتد انگلیس برگ زرینی به دفتر قطور فوتبال دنیا افزود. امروز 71 ساله است و تابستان امسال هم باید کشاله رانش را به تیغ جراحی بسپارد. اما 53 سال پیش، یعنی در سال 1960 که برای تیم سن جانستون بازی می‌کرد، توانست در مقابل تیم زادگاهش گلاسگو رنجرز هتریک کند. بعد از این هتریک بود که نام او تیتر برجسته جراید بریتانیا شد و حالا بعد از گذشت بیش از نیم قرن از این هتریک هنوز هم اسم او تیتر برجسته مطبوعات است، با این تفاوت که دیگر فقط روزنامه‌های بریتانیایی از او نمی‌نویسند، بلکه تمام جهان اخبار این پیرمرد را دنبال می‌کند. حالا که زمان خداحافظی او از دنیای فوتبال رسیده، نه تنها روزنامه ها و مجلات ورزشی که حتی این خبر سرتیتر همه سایت ها و جراید غیر ورزشی هم شده. به نقل از روزنامه آلمانی بیلد که می نویسد، دنیای فوتبال با فرگوسن خداحافظی می کند، چرا که او نه متعلق به فوتبال منچستر یونایتد و نه فقط متعلق به فوتبال بریتانیا بود، این دانشمند فوتبال تعلقی جهانی داشت. بیشک او بزرگترین اسطوره نیمکت مربیگری این ورزش است. هیچ کاپی در جهان وجود ندارد که فرگوسن با باشگاه منچستر یونایتد آن را به روی سر نکشیده باشد. فرگوسن که نظم و انضباط کارش زبان زده است، او که حریص پیروزی است و از باخت هم نتیجه می‌گیرد، تصمیم به بازنشستگی گرفته. اما برای آنکه دوری این پیرمرد فوتبال ورزشگاه اولترافورد منچستر را بیش از این رنجیده خاطر نکند، به دستور مدیریت باشگاه منچستر یونایتد
مجسمه برنزی از او و به انتخاب طرحی از همسرش در جلوی این ورزشگاه نصب شده. همچنین برای اینکه حوصله این پیرمرد سر نرود، او را به عنوان سفیر این باشگاه در امور فرهنگی منصوب کردند. فرگوسن 71 ساله بعد از 47 سال مربیگری در تاریخ 29 اردیبهشت به مقابل تیم وست برامویچ می رود تا پس از آن خداحافظیش را جشن بگیرد. در این بخش از برنامه که آخرین بخش برنامه سوت هم هست میریم به پاریس. استاد ایرج ادیب‌زاده عزیز همچنان هفته‌های گذشته ما همراه خواهم بود و بخش مورد علاقه من و شما رو که مطبوعات بررسی مطبوعات رسانه فرانسوی و اروپایی هست و ارائه خواهند فرمود. مطمئنن من فکر کنم تیترهای اصلی روزنامه‌های فرانسوی هم به همین خداحافظی شوکاور سر الکس فرگوسن معروف باشه. آقای ادیب‌زاده من خدمت شما سلام و وقت بخیر میگم و آماده و مهیا هستیم تا بشنویم صحبت‌های ارزشمند شما رو. درسته، منم درود میفرستم بر شما، همکاران شما و همه بینندگان ایران فردا. فقط خواهش که ازتون دارم آقای خسرو جردی دیگه به من نگید استاد. خیلی خوب. چشم استاد. همونطور که پیش بینی کردین واقعا این خداحافظی، یعنی اعلام این که در پایان این فصل آقای سر الکس فرگوسن به بازنشستگی میره، شوکی بود که دیروز خبرهای اول روزنامه‌های انگلیس بود و امروز خبرهای اول روزنامه‌های تقریبا میشه گفت رسانه‌های دنیا. در اینجا همونطور که میبینید عکسی است از آقای فرگوسن، دستاشو بالا کرده و خداحافظی میکنه و نوشته که به هر حال برگی در تاریخ فوتبال ورق خورد در 71 سالگی. سر الکس فرگوسن چهارشنبه 8 می اعلام کرد که خودشو بازنشسته میکنه پس از 27 سال که در منچستر یونایتد سلطنت میکرد. باشگاه انگلیسی روی هم 38 جام در این مدت به ویترین افتخاراتش اضافه کرد. 13 تاش جام قهرمانی انگلیس بود که آخرین اون 2 هفته پیش به دست اومد و 2 تا جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا. در ورقه در قسمت وسط باز می‌بینیم که تمام عکس‌های صفحه اول اکیپ به همین خداحافظی آقای فرگوسن اختصاص داره و آماری که اکیپ داده این که منچستر یونایتد قبل از اینکه فرگوسن بیاد سرمربی این تیم بشه 25 تا عنوان قهرمانی داشته، البته چند تا از اونا عنوان قهرمانی در دسته دوم بوده و بعد در زمان همین 27 سالی که آقای فرگوسن هست 38 تا جام روی هم منچستر یونایتد برده و به یکی از قدرتمندترین باشگاه های جهان مبدل شده، همچنین ثروتمندترین باشگاه های جهان. به هر حال آقای فرگوسن غیر از اینکه بازم خیلی از صفحات به فرگوسن اختصاص داره، این نشون دهنده اهمیت یک مربی است در دنیای امروز فوتبال که می‌بینیم در برخی از کشورها هستن که تیمارشون با اولین باخت مربیشون عوض میکنن، اما منچستر یونایتد واقعا کمک کرده تا یک شخصیت شاید بشه گفت ژنی نابغه‌ای بتونه بیاد کارهاشو انجام بده. به هر حال چندین بازیکن توپ طلا هم به دنیای فوتبال عرضه کرده، از جمله بکام، کانتونا و کریستیانو رونالدو که اینا همه توپ طلا گرفتن از فیفا. به هر حال یکی از مسائلی که دنیای فوتبال رو دیروز و امروز به خودش مشغول کرده اینه که یک مربی و یک در واقع کسی که کار خودش رو بلده چقدر میتونه تأثیر بگذاره در روند موفقیت‌های یک باشگاه، باشگاهی مثل منچستر یونایتد که در زمانی که فرگوسن اومد از تقریبا میشه گفت از دسته دو بالا اومد و بعد به این افتخارات بزرگ رسید. به هر حال این مسائل
همیشه در فوتبال هست و امیدواریم که کسی که جانشین فرگوسن میشه، الان گفته میشه مربی اورتون هست که اونم اسکاتلندی هست، یا جوزه مورینیو یا یکی از بازیکنان پرورش یافته در خود منچستر یونایتد که رهبری رو به عهده بگیرن، ممکنه که جانشین آقای الکس فرگوسن بشن. اما مسئله دیگر به باز به دنیای فوتبال مربوطه و بازی پاریس سن ژرمن در برابر بازی پاریس سن ژرمن هفته پیش در برابر والنسیا بود که پاریسی ها قرار بود که جشن قهرمانیشون رو بگیرن. اینجا میبینید که تمام چهره ها ناراحته و در واقع دژم از مربی و بازیکنان و به هر حال همه ناراحتم هم به خاطر اینکه در این بازی مسائلی پیش اومد که غیر از اینکه تیم نتونست جشن قهرمانیش رو برگزار بکنه، بلکه مدیر این باشگاه که در عکسایی که میبینید، حالا خودتونم میتونید، اینجا داور مسابقه هست که دیگو سیلوا بازیکن برزیلی تیم پاریس سن ژرمن رو دستور میده که از بازی اخراج بشه و بعد لئوناردو مدیر ورزشی تیم که او هم برزیلیه در رختکن یه تنه میزنه به داور مسابقه به عنوان اعتراض و بعد الان کمیسیون انضباطی فدراسیون فوتبال فرانسه بلافاصله روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و بعد لئوناردو رو برای 6 ماه تا 1 سال گفته میشه که از همه فعالیت‌ها در فوتبال محروم بکنن. به هر حال چیزی که هست اینه که دیگو سیلوا، اگر به هر حال شما بازی رو دیده باشید یا برید روی سایت پاریس سن ژرمن که به خوبی نشون میده، دیگو سیلوا زمانی که یکی از بازیکنان تیم پاریس سن ژرمن روی زمین افتاده بود، اومد جلوی داور رو گرفت و گفتش که اون بازیکن ما روی زمین افتاده، منتها دستش خورد به داور، یعنی در واقع داور رو لمس کرد. داور بلافاصله، داور مسابقه آقای کاسرو بلافاصله کارت قرمز نشون داد و فدراسیون کمیسیون انضباطی فدراسیون فوتبال فرانسه هم عکس العمل نشون داد و این بازیکن رو 2 جلسه محروم کرد و بعد هم مدیر ورزشی تیم پاریس سن ژرمن که اون حرکت زشت رو به نظر من در البته خیلی قوی نبود ولی به هر حال یک تنه زد به داور، این حرکت زشت رو انجام داد، به هر حال برای 1 سال شاید برای همیشه از فوتبال فرانسه بره. شما اگر مقایسه بکنید با مسائلی که در فوتبال ایران به وجود اومد، آقای فیروز کریمی اون حرکاتی که کردن، بعد مربی، بعد درگیری در چوکا در شمال، بله، که داور مسابقه رو تقریبا میشه گفت که هم تماشاگرها هم مدیران باشگاه هم بازیکنان گرفتن جلوی دوربین زدن و خوشبختانه چند نفر تونستن که جون اون رو از دست اونها نجات بدن، اون رو به بیرون ببرن وگرنه اون کشته میشد. این تیم چوکا هیچ عکس العملی از سوی کمیسیون انضباطی یا کمیسیون اخلاقی، نمیدونم، منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال دیده نشد، به خاطر اینکه مدیر این باشگاه نماینده مجلسه. به هر حال آقای فیروز کریمی گفتن که 8 جلسه محروم شدن، ولی بله، اگر در فوتبال فرانسه بود این مربی رو با این حرکاتی که کرد، حرکات تبعیض نژادی، شاید برای همیشه از دنیای فوتبال کنار می‌گذاشتن. اما یک مسئله‌ای که باز به یک بازیکن ایرانی، به یکی از چهره‌های سرشناس ورزش در جهان اختصاص داره، ارغوان رضایی که بعد از 1.5 سال برمیگرده و ارغوان رضایی، بله، به دنیای تنیس دیگه، ارغوان رضایی هست که دوباره برگشته بعد از 1.5 سال. روزنامه اکیپ باش مصاحبه طولانی کرده و گفته که کجایی تو ارغوان، و بعد گفته به مدت 1.5 سال ارغوان رضایی گم شده بود و حالا بازگشته روی زمینی که در گذشته یک بار
یک کار انفجاری، یک کار بزرگ انجام داد و قهرمان شد، یعنی در مسابقات مادرید. امروز ارغوان رضایی بازیکن 187 جهانه و صحبت کرده از آیندهش با روزنامه اکیپ. او در سال 2010 برنده عنوان قهرمانی مادرید شد، ولی در همین مسابقه ها همین هفته پیش مجبور شد، چون دیگه در رده 187 بود و میدونیم که ستای اول هستن که میتونن مستقیم به تابلوی هر مسابقه بزرگی را پیدا بکنن، خانم ارغوان رضایی مجبور شد که در مسابقات انتخابی شرکت بکنه. در آخرین مسابقه انتخابی هم شکست خورد و به مادرید راه پیدا نکرد. به هر حال از نظر بدنی خودش رو حفظ کرده، کمی البته افت کرده، لبخندش رو حفظ کرده و خانم صوفی دورگان خبرنگار اکیپ که برای گفتگو با ارغوان به هتل او رفته میگه خیلی شگفت‌آوره که 10 سال گذشته، این 3 سال مانند 10 سال بوده، این 3 سالی که بر من گذشته، و گفته که سنگین و خسته کننده بوده. در این مدت زندگی خصوصیش از مسائل حرفه‌ای تنیس گذشته، در بیمارستان بوده مدت‌ها به خاطر استرس، نزدیک 1 سال در بیمارستان بوده. تا اونجا که گفته دیگه من انگیزه‌ای برای تنیس نداشتم، می‌خواستم کنار بگذارم و حالا کم کم داره باز می‌گرده به دنیای تنیس. هدفش رو گفته که من می‌خوام جزء 50 تای اول تنیس دنیا بشم و بعد هم جزء باز هم برگردم به همون نفر 15 دنیا که قبل از اون بودم، یعنی 3 سال پیش. بسیار متشکرم آقای. مسائل و مشکلاتی که ارغوان رضایی با خانوادش داشت باعث شد که این مسائل پیش بیاد. میدونید که چند پیش ارغوان از پدرش شکایت کرد که در حومه پاریس به دادگاه شکایت کرد که پولهاشو از حسابش بدون اجازه او میکشه و بعد در یک درگیری دیگر در یک مسابقه تنیس در کنار زمین دوست پسر همین خانم ارغوان رو پدرش گرفت کتک زد و بعد از اون مسائلی پیش اومد که حالا خود ارغوان میگه که من تصمیم گرفتم که دیگه پدرم فقط پدرم باشه، دیگه من از این پس خودم تصمیم میگیرم. مرسی آقای عدیب. ارغوان رضایی رو حتی پدرش به ایران برد و راکتش رو به آقای احمدی نژاد تقدیم کرد و با روسری و اون لباس اسلامی رفت مسابقه اسلامی شرکت کرد که خب به هر حال بعد از به اینجا برگشت، دو مرتبه برگشت به همون دامن کوتاه تنیس. مرسی آقای ادیب‌زاده، بسیار استفاده کردم از صحبت‌های شما و امیدوارم که ارغوان رضایی هم دوباره برگرده و همون تنیسور موفق و خوب بشه که در رقابت مادرید موفق شد، قهرمان بشه. من با شما خداحافظی می‌کنم آقای ادیب‌زاده اگر صحبتی نمونده. خیلی متشکرم. فقط اگر فرصت هست من یه عکس هم به شما نشون بدم. اگه فقط عکس باشه من در خدمتتون. بله، این عکسیه که به هر حال در یک مسابقه جودو این بازیکن فرانسوی است، یعنی جودوکای فرانسوی است که دست بازیکن آلمانی رو به این ترتیب گاز میگیره و برای اون مجازاتی تعیین نمیشه، اما او به دور بعدی یعنی به فینال راه پیدا میکنه که البته در فینال شکست میخوره. مرسی آقای ادیب‌زاده، من ممنونم از صحبت‌های تایسون از اون رقیبش که گوشش رو گرفت، گاز گرفت و کند. مرسی آقای ادیب‌زاده، من ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم. بینندگان عزیز و ارجمند، اینم صحبت‌های آقای ادیب‌زاده بود که لطف فرمودن و این هفته با ما همراه بودن و رسیدیم به پایان برنامه این هفته سود. امیدوارم که برنامه این هفته مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. منتظر همچنان نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم که این راهگشایی است برای ادامه برنامه سود و تلویزیون ایران فردا. مطمئناً ما میریم به سمتی که بیشتر به شما نزدیک بشیم. حالا سایت و فیسبوک و مسائل از این دست هم انشاءالله در هفته های آینده راه خواهد افتاد و ما بیشتر میتونیم در خدمت شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.